در حالی که اقتصاد کوبا در تمامی بخش‌ها در حال افول است، صنعت گردشگری با هتل‌های دولتی موجود تحت فشار قرار دارد، اما ساخت هتل‌ها و فروشگاه‌های لوکس نشان از تغییر در سیمای این صنعت در حال رشد دارد. گزارشی داریم برای هتل مانزانا دی گومز با فروشگاه‌های لوکسش اولین هتل 5 ستاره در کوباست. رافائل هرناندز تحلیلگر سیاسی میگوید محل این هتل نشان می‌دهد که گردشگران می‌توانند در قلب هاوانا اوقاتشان را بگذرانند. این هتل لوکس‌ترین و گران‌ترین هتل در کوباست. مهمانان این هتل اوقاتشان را در هتلی دورافتاده و جدا از جامعه کوبا نمی‌گذرانند، بلکه در قلب هاوانا هستند و با فرهنگ و جامعه کوبا در تماسند. فروشگاه‌های هتل مانزانا دی گومز در طبقه اول پدیده اجتماعی فرهنگی است. بسیاری از کوبایی‌ها با تماشای ویترین فروشگاه‌هایی که برندهای معروف جهان را می‌فروشند حیران می‌شوند. ماریا ساکن هاوانا از تجارت شرکت‌های بین‌المللی در کوبا استقبال می‌کند، اما می‌گوید مردم معمولی توان خرید در این محل را ندارند. برای ما اینجا مانند موزه است. ما اشیای لوکسی می‌بینیم که برای خرید آنها باید چند ماه حقوقمان را بدهیم. عطر لوکسیتان 100 دلار آمریکا و کرم صورت آن 160 دلار آمریکا برای 28 گرم است. در فروشگاه‌های دیگر دوربین کانن 7500 دلار است. هرناندز می‌گوید اکثر کوبایی‌های در فروشگاه‌های هتل‌های گران در اطراف سنترال پارک و یا در خیابان بندر خرید نمی‌کنند. ساکنان هاوانا در فروشگاه‌های دولتی خرید می‌کنند. ماریو فریهاس، طراح لباس و صاحب فروشگاهی به نام خودش، می‌گوید گردشگران با دیدن قیمت‌های سرسام‌آور از خرید پشیمان می‌شوند. باید اجناس قیمت‌های متفاوت و در عین حال میانگینی داشته باشند. خریداران محلی و یا حتی گردشگران همیشه به دنبال خرید مغروم به صرفه هستند. البته آنهایی که به اجناس لوکس علاقه دارند از این قاعده مستثنا هستند. هرناندز معتقد است که هتل‌های لوکس در کوبا هم به نفع گردشگران است و هم به نفع ساکنان محلی. گرچه مدیریت هتل مانزانا دی گومز در اختیار شرکت سوئیسی کمپینسکی است، اما مالک آن یک شرکت وابسته به ارتش کوبا است. شرکت‌های وابسته به ارتش در کوبا از 9 سال قبل آغاز ریاست جمهوری راول کاسترو بزرگترین واردکننده و بزرگترین مالک فروشگاه‌های خرده‌فروشی و بزرگترین هتل‌دار در کوبا هستند.